is willing to turn to the Iranian community and help the children without political, religious, or any sort of lines drawn. As a former vice president of ISCO, actually, I don't know, it was before you guys' time, don't remember me, but, you know, it was a really great experience, and I think a lot of people that were there because they were receiving help from the Iranian Scholarship Fund. And I urge you to support it financially and have your children and you yourselves get involved in the community this way, because it really does make a difference. Thank you all. Merci, Bahadur Jo. یک تیشرت بسیار زیبایی هست که این بچه ها با سلیقه خودشون درست کردن. این ورش و این ورش. خواهش میکنم این تیشرت ها رو بخرید، به این گروه کمک بکنید. بچه های بسیار فعالی هستن. ما خیلی دوستشون داریم. من تقریبا اینا بچه هایی هستن که از روی آنلاین با همدیگه مرتب در تماس هستیم و باعث افتخار ما هستن. آقای صفی پور صحبتشو میکنیم. خیلی ممنون. خیلی متشکر اینجا تشریف آوردین. پیوند و سپورت میکنین. اسکالرشیپ یا بورس تحصیلیه که ما برای دانشجویان ایرانی داریم در تمام آمریکا نمونه است و حتی خارجی ها هم به این خوبی ندارن و ما باید از خانواده حریری تشکر بکنیم که به ما کمک میکنن هر سال که بتونیم این بورس تحصیلی رو برای دانشجویان به وجود بیاریم. امسال ما به 19 تا دانشجو دادیم، جمعاً حدود 135,000 دلار شد و این در کامیونیتی ایرانی سابقه نداشته. من بازم میخوام از همه اعضای این کامیونیتی، یعنی مقدار زیاد از این پول از خود شماها جمع آوری شد و به خانواده حریری هم خیلی کمک کردم و میخوام از همه شما تشکر بکنم. خیلی خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون، مرسی. در ضمن حمید اسدی برای 2 سال معلم پیوند بود، با من از نزدیک تو کلاس کار میکرد. بچه های خیلی زیادی تو پیوند از حمید جان درس فارسی گرفتن. خیلی متشکرم و ما به شما افتخار میکنیم. خیلی ممنون. خیلی ممنون، مرسی. بفرمایید، به افتخار شما دست بلند خواهش میکنم. ما در شمال کالیفرنیا بسیار ایرانیان متمول داریم که شاید هممون نشناسیمشون، ولی در دنیای خودشون هستند. اما خانم حریری آمده و قسمتی از درآمد خودش رو، شاید باید مالیات هم تازه میداده، کنار گذاشته و امسال ماورای 100,000 دلار پول در اختیار گروه پیوند گذاشته که این بچه‌ها 19 ایرانی بتوانند به دانشگاه برن و تحصیل بکنن. و خیلی راحته که ما بیایم راجع به بورس تحصیلی صحبت کنیم و یه ذره دست بزنیم و بگذره، ولی بشینیم فکر کنیم یه لحظه که یک نفر حاضر باشه بیش از 100,000 دلار از درآمدش رو در اختیار جامعه ایرانی بگذاره و به وجود افرادی مثل خانم حریری بنده افتخار میکنم. به افتخارش دست بلند بزنیم. خب حضور شما عرض کنم که ما یک قسمت هیپ هاپ داریم، چون هر چقدر هم سعی بکنیم که بچه‌های ایرانی رو با فرهنگ و موسیقی ایرانی آشنا کنیم، اینا لاجرم یه مقدارم که چه عرض کنم، خیلی زیاد از این آن چیزی که در اطرافشون میگذره تحت تاثیر واقع میشن و اون رو دنبال میکنن، از جمله موسیقی هیپ هاپ که بنده هیچی ازش سر در نمیارم. اما بچه‌های من، بچه‌های شما و بچه‌های همه عاشق این روش موسیقی هستند، روش هنری هستند، یا هر اسمی که بخوایم براش بگذاریم. آقای ساجا قراره برای ما یکی از کارهای هیپ هاپ خودش رو انجام بده. به افتخارش یه دست بلند بزنیم ببینیم چیه جریان. آقای ساجا ایشون هستن. You need the mic. Oh, you got the mic. Okay. Check. ساجا پرویزیان. Assalamu alaikum. Can I get some more gain? More. Salam. I'm a hip hop artist here from the Bay Area. I'm 16 years old. I'm a full-time college student. And a lot of our youth, we like rap and hip hop, but nowadays hip hop just advocates corruption, bad moral deeds. So we try to change up the music, put some positive messages into the music. My album's gonna be dropping in Christmas, inshallah. So
I want to do one verse from acapellas from one of my tracks from my album, and then I'm gonna do one song with a beat. This track is called Outside That Door. Yo. Every day I wake up, all I do is get stressed. Once I get dressed and get out that door, the world is so cold. Today all I see is people smoking a bee and drinking